بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. سلام، وقت شما بخیر دوستان و همراهان برنامه معراج. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت امیرالمومنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل ولی یک الفرج بر قلب و زبانتون جاری باشه انشاءالله. با افتخار از کربلای معلا در خدمت شما عزیزان هستیم از استدیو بین الحرمین و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمند. به نیابت از شما عزیزان عرض ارادت دارم خدمتشون. سلام علیکم آجا. علیکم السلام. خیلی خوش آمدید. و رحمت الله و برکاته. خدمت در خدمت شما همه بینندگان عزیز و محترم هم عرض ادب و سلام و احترام دارم و انشاءالله خدای عز و جل زیارت امام حسین نصیب همشون بفرماید انشاءالله. دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج، از الان میتونید انشاءالله برنامه معراج را از اینستاگرام تلویزیون امام حسین علیه السلام با اکانت امام حسین تیوی وان همراهی کنید. فیسبوک و یوتیوب شبکه جهانی امام حسین علیه السلام همزمان تقدیم به شما میکنه این برنامه را. امیدوارم که هر کجای دنیا هستید بتونید از این برنامه کمال استفاده رو ببرید. دوستان عزیزی که گاهن تماس میگیرن در حین برنامه یا غیر از تایم برنامه، حضور ذهن داشته باشن که ما بنامون بر این برنامه فقط جواب دادن به سوالات شرعی هست از طریق پیام. حالا یا پیام صوتی بفرستید سوالتون رو یا پیام متنی. و اما بخش اول برنامه رو انشاءالله شروع خواهیم کرد بعد از روایت آقا امام باقر علیه السلام و بسم الله جناب استاد. بفرمایید روایت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. السلام على المهدي وعلى آبائه. عرض ما خدمت بینندگان عزیز پیرامون آیه کریمه مالک یوم الدین به اینجا منتهی شد که توجه به مسئله روز حساب و روز قیامت برای انسان فوائدی داره. از جمله فواید آن تزکیه نفس و تربیت نفس، مؤدب کردن نفس به آداب الهی، که این مهمترین وظیفه انبیاء علیه السلام بوده. یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. همه انبیا در صدد این بودن که انسانها را آدم کنن، انسانها را مهذب کنن، انسانها را تربیت بکنن. نفس باید آماده بشه برای زندگی کردن در جهان آخرت. نفسی که تربیت نشده، نفسی که مهذب نشده، این نفس به رستگاری نمیرسد. قرآن کریم میفرماید قد افلح من زکاها،
فقط برای تحقیق، این حقا بدون هیچ گونه شکی کسی به فلاح و رستگاری دائمی و سعادت همیشگی میرسد که نفس خودش را تسکیه کنه، نفس خودش را مؤدب و تربیت کنه. وقد خواب من دساها، اما اونی که نفس را به حال خودش رها کنه و اون را آلوده کنه به صفات و شهوات حیوانی، این زیان شامل حالش میشه و ضرر میکنه. در اهمیت ادب و در اهمیت تربیت نفس، آقا مولا امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین میفرماید: یا مؤمن ان هذا العلم والادب، هر دو رو میخواد انسان، هم علم رو میخواد هم تربیت رو میخواد. تربیت بی علم نمیشه، علم بی تربیت هم، علم بدون تزکیه هم خطر بزرگیه. بشریت که الان امروز در معرض خطر عظیمیه، به خاطر اینکه علم پیدا کرده بشر، علمش زیاد شده ولی تربیت انسانی نشده، تربیت دینی نداره. در رابطه با استفاده از این علم، بله، مؤدب به آداب شرعی الهی نیست، خوف خدا در دل عالمان نیست، ترس از قیامت در دل دانشمندان نیست. لذا بمب هسته‌ای میسازن برای نابود کردن بشر و حاضر است با یک بمب میلیون ها نفر را از بین ببره بدون اینکه ذره ای دلش بسوزه و بدون اینکه ذره ای ناراحت بشه، بلکه بهش افتخارم میکنن، جایزه هم بهش میدن. این بلای بزرگی که امروز بر بشریت حاکمه، علم و دانش بدون تربیت. لذا انبیاء علیهم السلام اومدن برای تربیت. مولا میفرماید این علم و دانشی که داری همراه با ادب و تربیت، ثمنون لنفسک، ارزش انسان به ادبشه، ثمن و بهای انسان به علم و دانش و ادبشه. علم و دانش داشته باشه، علم و دانش و ادب و تزکیه نفس داشته باشه، صاحب این نفس نزد خدای عزوجل دارای ثمن است، دارای ارزش است، نزد پیغمبر هم دارای ارزشه، نزد بندگان خدا هم دارای ارزشه. لذا مولا میفرماید فجتهد فی تعلمهما، ای مؤمن باید تلاش کنی، باید زحمت بکشی، زحمت شبان و روزی بکشی در فراگیری هم علم و هم در فراگیری ادب و تربیت و تزکیه نفس. فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک، هرچه به علم و تربیتت اضافه بشود به قیمتت و به ارزشت نزد خدای عزوجل اضافه میشه. این نه فقط شخص، حالا اگر جامعه اینجور شد، یک امت اینجور شد، امت برتر امت مؤدب، امت برتر امت اندیشمند دارای تزکیه نفس، اونجاست که ظلمی دیگه درش نیست، ستمی دیگه درش نیست، تعدی به حقوق دیگران درش نیست، رعایت حقوق بشر خواهد شد و بشر در کمال راحتی و آسایش میتونه در اونجا، در اون محیط، در اون فضا زندگی کنه. لذا از بهترین کلمات امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف به اعتراف
عده زیادی از علما و دانشمندان در علم بلاغت این فرمایشی که می‌فرماید قیمت کل امرئ ما یحسن، ارزش هر انسانی به مقدار علم و دانش و تربیتشه، هرچه علم و دانش و تربیتش بیشتر بشه قیمت او بالتر. قیمت اون فرد، قیمت اون اجتماع، قیمت اون ملت و امت بیشتر خواهد شد. در جای دیگری باز آقا امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید علیک بالادب، مواظب باش که ادب داشته باشی، رعایت ادب الهی را داشته باش، مؤدب باش در پیشگاه خداوند، در پیشگاه پیغمبر اکرم، در پیشگاه امام زمان علیه السلام، در برابر مؤمنین متدینین، چون اینا ناظر اعمال ما هستند، خدا ناظر اعمال ماست، پیغمبر ناظر عمل من شماست، امام زمان ناظر عمل من شماست، مؤمنین و متدینین هم ناظر اعمال ما هستند. ما در برابر این همه ناظر باید ادب داشته باشیم، باید نفسمون مزکا شده باشه. میفرماید اگر ادب داشتید ببینید چه منافعی عایدتون می شود. ان کنتم ملوکن بررتم، اگر پادشاهان با ادبی باشید، پادشاهان و سلاطینی که خودشون را تزکیه کردن و مؤدب شده ان به تربیت الهی، با عدالت و با خوبی با زیر دستان خودشون رفتار میکنن، سلطان چی میشن؟ عادل میشن. یعنی اگر سلطان بی ادب شد جز ظلم و جز ستم ازش چیزی دیگری انتظار نیست. اما اگر حاکم ترس خدا در دلش بود و نفس خودش را کنترل کرده باشه، این به زیر دستان ظلم نمی کنه، با نیکی و با خوبی و با عدالت با ملت و مردم رفتار خواهد کرد. می فرماید و ان کنتم وسطا ففوقتم، اگر چنانچه امت وسطی باشید، متوسط باشید از نظر زندگی، اگر با تربیت باشید فائق میشید بر سایر ملت ها، از همه ملت ها چی جلو خواهید زد. لذا قرآن کریم فرمود کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، شما در صورت بهترین امت ها هستید شما مسلمین که ادب الهی را در زمین داشته باشید. خدا آمر به معروف خداوند و ناهی از منکره، بنابراین ملتی که آمر به معروف باشند و ناهی از منکر باشند، همینطوری که ید الله فوق ایدیهم، این امت امتی که آمر به معروف و ناهی از منکر باشد و این ادب الهی را در وجودش و در جامعه اسلامی پیاده بکند، برترین امتها خواهد شد. می‌فرماید و این اعوزتکم المعیشه، اما اگر فقیرانی باشید در دنیا، نه پادشاهان، نه امت وسط، بلکه نیازمند باشید، محتاج باشید، ولی با ادب، با تربیت، با نفس مزکا، تغیرت بكم الاحوال، حال زندگیتون عوض میشه، متغیر میشه زندگی با شما. ان عشتم بادبكم تعيشون بالكرامه، مولا میفرماید اگر فقیر باشید، ولو فقیر باشید، اما اگر فقیر با ادب باشید، فقیری که خدا را مد نظر داشته باشد، با عزت، با آقایی، با کرامت زندگی خواهید کرد. یعنی بی ادب ها ذلیل میشن، بی ادب ها خار میشن، تو سری خور میشن. اون کسی میتونه آقاوار زندگی کنه
و محترم زندگی کنه و همه به او به چشم آقایی و به چشم بزرگی و عزیز همه دلها می شود، اون کسی که دارای ادب باشه، دارای تربیت باشه. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید بهترین ارثی که پدران برای فرزندانشون می گذارن نه کاخها و برجها، نه مال و ثروت و کارخانه ها و زمین های زراعتی و اغنام و احشام، بلکه ادب است، الاداب. ادب بهترین ارثیه که یک پدر یک مادر برای اولاد و برای فرزندشون میتونن بگذارن. دو دقیقه تقریبا برای این پارت جا. حالا ببینیم این طریقه به دست آوردن این ادب و راه تزکیه نفس چگونه است. کلیش معلومه که هر کسی نفس او مزکاست و تربیت شده است، معلومه این اثر بسیار زیادی برای او داره. بله. و بهترین اثرش رسیدن به فلاحه، قد افلح من زکاها. خب این کلیشه. اما چگونه من میتونم مؤدب بشم؟ چگونه میتونم نفس خودم را مهذب کنم؟ بله. و نفس خودم را مؤدب کنم؟ اینجا سه تا مسلک هست، سه تا راه هست. من کلیش عرض میکنم، تفصیلش باشد برای جلسه دیگر. مسلک اول، مسلک علمای اخلاق، مسلک علما، مسلک عقلا، که چگونه است خواهم عرض کرد. مسلک دوم، مسلک عام همه انبیاء، جمیع انبیاء از اولین تا آخرین، از حضرت آدم سلام الله علیه تا خاتم صلوات الله و آله صلی الله علیه و آله و سلم، همه اینها یک طریقه و خاص و ویژه‌ای داشتن برای تزکیه نفوس. مسلک سوم، این مسلک مخصوص قرآن مجیده، هیچ کتابی از کتاب‌های آسمانی مثل تورات، مثل انجیل، مثل صحف ابراهیم، صحف موسی، مثل زبور داوود، هیچ کدوم از این کتاب‌ها این مسلک را تحویل بشر نداده. فقط مسلک قرآن کریم است که انشاءالله تفصیل این مطلب باشد برای جلسه آینده انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم از شما. بفرمایید میان برنامه رو ببینید، انشاءالله بعد از میان برنامه در خدمت هست. وقت شما به خیر. تقریبا برای این پارت برنامه که پارت سوالات شما عزیزان هست، تایمی که تشخیص داده شده امروز برای این برنامه 10 دقیقه هست. انشالله در خدمت جناب استاد بهره‌مند خواهیم بود. از اونجایی که بنده مکررن عرض میکنم در برنامه که سوالات خودتون رو به صورت پیام‌های نوشتاری و پیام‌های صوتی بدید، در از دوستانی که برای تفهیم بیشتر سوالشون نیاز هست که بیشتر توضیح بدن و کتابت قانع نمیشن، یا اینکه فارسی نویسی بلد نیستن، چون خیلی از شما عزیزان خارج از ایران هستید و فقط مسلط به بیان صحبت فارسی هستید، میتونید فقط صحبت کنید، فارسی را نمیتونید بنویسید، برای ما پیام صوتی بفرستید. دوست بزرگواری برای ما یک پیام صوتی فرستادن، سوال ایشون رو انشالله بشنویم و هر چقدر زمان بمونه برای سوالات بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، صدا رو میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از برنامه خوب شما، انشالله که سلام. سالم باشید و این برنامه را ادامه بدید.
و ما استفاده میکنیم. سوالم اینه که آیا خرید و فروش در بازار، در مغازه یا دوکان تا چند درصد سودش حلاله و بالاتر از چند درصد حرام میشود؟ لطفا اگه این سوال را جواب بدید ممنون میشم. تشکر، خدا نگهدارشون. خواهش میکنم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. البته میزان معینی ندارد از نظر شرعی، این بستگی دارد به رضایت بایع و مشتری، فروشنده و خریدار. اگر توافق کردند دوتایشون بر یک قیمتی، اون معامله صحیحه و حلاله و ثمر را یکی مالک میشد و مثمر را دیگری مالک میشه. البته باید رعایت انصاف را کرد، نباید فروشنده در تعیین قیمت اجحاف بکنه و نباید انصاف را زیر پا بگذاره. باید همیشه رعایت انصاف رو بکنه و از مستحبات در معاملات، در رساله های عملیه میتونن بینندگان عزیز مراجعه کنند. جز مستحبات معاملات اسلامی اینه که فروشنده رو جنسی که خریده و میفروشه چیزی نگیره، اضافه نگیره. بله. و از اون طرف خریدارم مستحبه بیشتر بده. بله. او کم بگیره و خریدارم بیشتر بده. اگر این دور شد هیچ وقت نزاع و اختلاف بینشون نمیاد. بله. نیست. بنابراین حد معینی ندارد و متعارفاً هرچه عرف اقتضا کرد و هرچه طرفین بهش رضایت دادن با رعایت انصاف اشکالی نداره. خیلی ممنونم ازتون. خب بیننده بزرگواری پرسیدن که برای نوجوانان و جوانان که درگیر مشکل خود ارضایی شدن چه کار کنند تا این گناه رو ترک کنند؟ دعای موجود هست برای ترک این گناه؟ بله، این گناه مهمیه و ضررهای بسیار زیادی دارد برای شخص. هم ضرر روحی روانی داره، هم ضرر جسمی دارد و در آینده ممکنه یه همچین شخصی که به این بلا گرفتاره در آینده ممکنه حتی رو نسلش اثر بگذارد و اصلا بچه دار نشه، محروم بشه از اولاد دار شدن. ولی راههایی هم هست برای معالجه این بیماری. این بیماریه که شخص حل پیدا میکنه. اولا باید توبه کنه، واقعا باید از این عمل زشتش بین خود و خدای عز و جل، بدون اینکه گناه خود را برای کسی بیان بکنه و تعریف بکنه، بین خود و خدای خودش توبه، واقعا پشیمون بشه، توبه کنه. و کسی که توبه کند از گناهش مانند کسی میموند که هرگز گناهی انجام نداده. ثانیاً اراده خودش را قوی کنه. این کار نتیجه ضعف اراده. بله. اراده خودش را قوی کنه. اراده چطور قوی میشه؟ یکی از راه روزه گرفتن میتوند قوی بشه، میتوند یاری بگیره، کمک بگیره، مدد بگیره از معصومین علیهم السلام که اونا یاریش کنن برای تقویت اراده خودش. خدمتون شما عارضم، از راههایی که میتوند مانع بشد از انجام این گناه اینی که به عکسهای محرک نگاه نکنه، جای خلوتی قرار نگیره تا بشه در جمع باشد، حتی جای خلوت نخوابه، تو جمع بخوابه. دیگر اینکه خدمت شما عارضم، خودش رو به ورزش عادت بده، چون ورزش باعث تقویت روح و تقویت روان انسان میشه. رابطه خودش را با خدا از طریق نماز و از طریق توسل به حضرات معصومین علیهم السلام این زیاد کنه. و باید به فکر علاج اصلی باشه. علاج اصلی ازدواج، اگر چنانچه شرایط ازدواج برای او
فراهمه، بله. بهترین عامل برای جلوگیری از گناه جوانان، بله، ازدواج. ازدواج که فرمود من تزوج فقد احرز نصف دینه، ازدواج مانع از ورود شیطان به زندگی انسانه. نیمی از دین را انسان میتونه به دست بیارد و حفظش کنه از طریق چی؟ ازدواج. از طریق، بله، ازدواج. همچنین مطالعه کنه کتاب هایی که مضرات و زیان های این گناه را براش بیان کردن، اون کتاب ها را زیاد مطالعه کنه. هرچه انسان علم و علم او، آگاهی او به ضرر این عمل بیشتر باشه، عاملی می شود برای ترک این گناه و بل. ترک این معصیت. بله، متشکرم ازتون. پس اینجایی که این فرصت دعای موجود هست برای ترک این گناه، فرمودید که توسل و نماز و بله، ارتباط دعا با خدا بیشتر. دعا بهترین دعا که مادر همه دعاهاست، بله، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد روزی 100 مرتبه، بله، با تسبیح، تسبیح دست بگیر با توجه، 100 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرسته و مدد بگیره از صاحب صلوات که پیغمبر و ائمه هدا علیهم السلام باشن، مدد بگیره از اینها برای ترک این گناه و ترک این معصیت. متشکرم ازتون. بیننده بزرگوار، تقریبا 3 دقیقه و نیم فرصت داریم. پرسیدن که آیا در ایام فاطمیه ختم لعن میتوان گرفت؟ لعن مثل صلوات عبادته، همینطوری که صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر جزء عباداته و دعاست، و ختم صلوات باعث تقرب انسان به خداوند میشه و باعث برآورده شدن حوائج میشه. ختم لعنم عیناً همین تأثیرات را دارد، بلکه تأثیر بیشتری دارد، چون لعن مقدمه بر صلواته. اما اگر منظور از ختم لعن گرفتن مجلس مثل مجالس ایام عید الزهرا و فرحت الزهرا و نهم ربیع، خب این مناسبت نداره چنین مجالسی با افراح اهل و با ایام فاطمیه و ایام عزاداری حضرت زهرا علیه السلام، ایام شادی با ایام عزاداری باید از هم کاملا تفکیک بشه. ولی در ایام فاطمیه کسی بخواد به دشمنان اهل البیت لعن بکنه، بله، این باعث خوشنودی حضرت زهرا علیه السلام هم میشه. بله، متشکرم ازت. 2 دقیقه و نیم فرصت داریم. بیننده بزرگوار پرسیدن که من زادگاهم سیستان هستش، بزرگ شده مشهد هستم، خونم در حال حاضر در چنارون هستش، 45 کیلومتری مشهد، خونه پدر و مادرم و خانواده کلن مشهد هستش، باید نماز رو شکسته بخونم چون من هرگز نخوندم، بازگشتم برای ابد مشهد هست، اگر راهنمایی کنید ممنون میشم. اینطوری که این سوال کننده محترم سوال کردن، معلوم میشه این شخص دارای دو وطنه. بله، هم یک دقیقه، 45 متری، 45 کیلومتری مشهد وطنش، محل سکونتشه، بله، اینجا رو وطن خودش قرار داده، هم مشهد مقدس که پدر مادرش اونجا هستن و زادگاهش یعنی بزرگ شده اونجاست و دل بسته به اونجاست. بنابراین در این دوتا مکان نمازش تمامه، و اگر ماه مبارک رمضان هم باشه روزه، باید روزه خودش را بگیره. متشکرم، ممنونم از دستم جناب استاد، ممنونم از شما عزیزان به خاطر همراهیتون. انشاءالله الباقی سوالات رو در جلسات بعدی خواهیم پرسید. در پناه امیرالمومنین باشید. یا علی.